خب این برنامه آفیس 2010، با فرض اینکه شما مطالبی رو که در مورد تایپ مقدماتی در بخش آموزش مقدماتی کامپیوتر براتون توضیح دادم و بلد هستید و احتمالاً شاید نگاهی هم به برنامه آموزش ورد 2007 کرده باشید، این برنامه رو توضیح میدم. مطالب رو من خیلی سریع توضیح میدم، چرا؟ برای اینکه این یک فیلمه، شما در هر لحظه میتونید فیلم متوقف کنید و برگردید به عقب و مجددا تماشاش کنید. مطالبی رو که توضیح میدم تماما در سطح مقدماتی استفاده از ورد هست. چرا؟ چون بعضی از مطالب فقط مربوط به کسانی است که بخوان در حد پیشرفته و حرفه‌ای در کار حروف چینی کتاب و روزنامه و مجله و این چیزها کار بکنن و به طور طبیعی حدود 95-6% مردم هیچ احتیاجی به اصطلاح اون مطالب کاملا حرفه‌ای مقدماتی ندارن و اغلب کارآموزان با همین مطالب کارشون را میفته و کارهای شخصی و دفتری خودشون میتونن با ورد انجام بدن. بنابراین مطالبی رو که براتون توضیح نمیدم و از روشون میپرم به اصطلاح، مطالبی است که مربوط به دوره پیشرفته ورد هست. خب گرچه این مطالب من در ورد 2007 هم توضیح دادم که فیلمش در اختیارتون هست، ولی فرض برای میذارم که شما از همین ابتدا برنامه آفیس 2010 رو شروع کردید و از این فیلم دارید استفاده میکنید. بنابراین مطالب رو مجددا توضیح میدم، ولی به هر صورت همونجوری که گفتم این مطالب خیلی سریع ازشون عبور میکنم. خب ورد 2010 تفاوتی که از نظر ظاهری تنها با ورد 2007 کرده اینه که در ورد 2007 این قسمت فایل رو حذف کرده بود و اون آرم آفیس رو اضافه کرده بود که با کلیک بر اون میبایستی به این امکانات دسترسی پیدا میکردیم، ولی چون کار قشنگی نبود در ورد 2010 مجددا دکمه فایل رو آورده. بنابراین شما وقتی که روی فایل کلیک میکنید امکانات معمول منوی فایل که کار برای کامپیوتر معمولا باشه آشنا هستن اینجا همه در دسترس هست. خب قسمت بالا هم همونجور که قبلا براتون در ورد 2007 توضیح داده بودم، به این بخش ها میگیم تب. یعنی چی؟ یعنی الان این قسمت یک تب به اسم تب هوم، اینجا تب اینسرته، این تب پیج لیاوته و اینا هم تبهای مختلف. در واقع امکانات برنامه ورد که قبلا در منوهاش مخفی بود و پخش بود و خیلی ازش خبر نداشتن رو میکروسافت به این شکل آورده و پخش کرده، به صورتی که تقریبا همه بهش دسترسی دارن و حداقل امکانات میتونن راحت پیدا بکنن. بنابراین امکانات اولیه و بخش کاملا مقدماتی ورد در قسمتی به اسم هوم وجود داره. اینها همه کلیدها و ابزاری است که در این بخش مورد استفاده قرار میگیره. خب همینجا از به اصطلاح از تب هوم شروع میکنیم. گفتم با فرض اینکه شما قوانین تایپ مقدماتی رو بلدید، اگر قوانین تایپ مقدماتی رو بلد نیستید مراجعه کنید به بخش ابتدایی آموزش مقدماتی کامپیوتر. خب دکمه هایی که اینجا مشاهده میکنید برای اینی که شما بتونید فونت، اندازه، رنگ، طرح و این کارا رو بر روی نوشتهاتون انجام بدید، تغییر بدید. به عنوان مثال من الان اینجا تایپ میکنم This is a book. به عنوان مثال من الان اینجا تایپ میکنم که This is a book. خب ببینید این This is a book رو من حالا به صورت بولد می نویسم. ببینید همونه، فقط یک کم درشت‌تر شده، ضخیم شده. میتونم همینه به شکل ایتالیک بنویسم، اگه حرف آی رو انتخاب بکنم به شکل ایتالیک نوشته میشه This is a book. ببینید یک کم کجکی شد. حالا میتونم بولدش رو خاموش بکنم، ببینید بولد خاموش شد، حالا فقط ایتالیک می نویسم. میتونم آندرلاین بنویسم، یعنی چی؟ الان ایتالیک هم خاموش میکنم، یو رو انتخاب میکنم به مفهوم underline. This is a book. ببینید زیر متنی که میخواستم یه خط کشید. خب با استفاده از این دکمه میتونم اندازه فونت رو تغییر بدم. الان اندازه رو میکنم 18 و باز تایپ میکنم This is a book. ببینید علاوه بر این که اندازه فونت رو میتونم تغییر بدم، خود نوع فونت و به اصطلاح اسم قلم رو هم میتونم تغییر بدم. ببینید در اینجا
اگر روی این مثلث کوچولو کلیک بکنید لیست قلم های موجود رو به شما میده. خب اگر کامپیوترتون کاملا انگلیسی باشه این قلم ها همه انگلیسی هستند، ولی اگر فونت های فارسی هم در کامپیوترتون نصب شده باشه توش ممکنه فونت های فارسی هم ببینید. به هر صورت یعنی چی؟ یعنی که شما از اینجا میتونید به عنوان مثال الان این فونت رو انتخاب بکنید که وقتی که بنویسید This is a book این شکلی براتون بنویسه. خب علاوه بر این که اندازه و طرح یک قلم رو میتونید تغییر بدید، میتونید رنگش هم تغییر بدید. خب من الان اینجا رنگ قرمز رو انتخاب میکنم و باز همین رو مینویسم. کار دیگه که میتونم بکنم اینه که برای این نوشتم یک هایلایت هم انتخاب بکنم. ببینید این رنگ قلم رو انتخاب میکنه، این رنگ زمینه رو انتخاب میکنه. من میتونم اینجا یک رنگ زمینه مثلا زرد رو انتخاب بکنم، ببینید شکل ماوس عوض شد و این رو بکشم روی اون متنی که میخوام. بنابراین رنگ زمینه رو عوض کردم. خب کارهای دیگه که میتونیم انجام بدیم که باید بلد باشیم حتما انجام بدیم اینه که من میتونم بیام اولا اینجا رنگ قلم اگر گزینه اتوماتیکش رو انتخاب بکنید پیش فرضش که همون رنگ مشکی خودش هست رو انتخاب میکنه. خب این رو من خاموش کنم. فونت اصلی ویندوز پیش فرضش هم هست، اسمش هست اریال. بنابراین اینجا فونت اریال انتخاب میکنم که فونت قشنگ خوبیه. خب ببینید من اینجا نوشتم This is a book. من میتونم وقتی یک جمله رو نوشتم روی نوشتم هم تغییراتی انجام بدم. چجوری؟ بایستی اون قسمتی رو که میخوام تغییر روش اعمال بکنم و هایلایت بکنم یا بلوکش بکنم به این شکل ماوس روش میکشم این قسمت رو انتخاب میکنم. اولا در مورد انتخاب یادتون باشه چند تا کار ظریف میتونید انجام بدید. اگر روی یک کلمه دو بار کلیک بکنید اون کلمه هایلایت میشه، بلوک میشه، انتخاب میشه. اگر سه بار روش کلیک بکنید کل این خط رو انتخاب میکنه. ببینید دو بار، سه بار. خب پس من با سه بار کلیک کردن سریع این رو چیکار کردم؟ کل خط رو انتخاب کردم. خب من الان این فونت رو انتخاب کردم. این خط رو که انتخاب کردم الان با شماره 18 و فونت اریال نوشته شده. من میتونم اینجا شماره شو بکنم مثلا 12، نوع فونتش هم عوض بکنم یک فونت دیگه. پس هر تغییری که خواستم میتونم اعمال بکنم به شرطی که انتخابش بکنم و بعد تغییر لازمی رو که نیاز دارم اینجا اعمال بکنم. الان مجددا میکنم 16، فونت اریال، یه رنگ قرمز و یک زمینه سبز بهش میدم. ببینید این کار انجام شد. طبق چیزایی که از دوره مقدماتی ویندوز یاد گرفتید میدونید که در هر مرحله شما با دکمه کنترل زد میتونید یک مرحله برگردید عقب. بنابراین من هر بار که کنترل زد بزنم همه این کارهایی رو که کردم میتونم به عقب برگردونم. خب همین کار با این انجام میدم، بلوکش میکنم، میگم بگنش فونت اریال با سایز 20، رنگ اتوماتیک. اینجا هم گزینه نو کالر انتخاب میکنم. یعنی چی؟ یعنی رنگ به عنوان زمینه نداشته باشه. بنابراین رنگ زمینه‌ش هم حذف کردم. باز سه بار روش کلیک میکنم، انتخابش میکنم، گزینه آندرلاین هم برمیدارم. بنابراین دیگه حالا خط زیر هم نداره. خب باز من دو مرتبه اینجا می‌نویسم This is a book. اما این دفعه میخوام به جای اینکه یه خطی زیرش بکشم درست روی نوشتم یه خط بکشم. انتخابش میکنم و بعد اینجا که نوشته ABC میبینید اینجا این دکمه رو کلیک میکنم. ببینید یه خط روش کشید. خواستم این حالت رو لغو بکنم، مجددا روش کلیک میکنم که از حالت فعال خارج بشه. پس بنابراین این ابزار هم یک خط درست وسط نوشته رسم میکنه. خب بعضی موقع هست شما به خصوص در نوشتن توابع ریاضی یک چیزی رو مینویسید. مثلا الان ببینید من اینجا نوشتم X. حالا میخوام عدد 2 رو یکم پایین تر از x بنویسم. ببینید این گزینه رو اگه انتخاب بکنم، حالا اگه 2 رو تایپ بکنم عدد 2 ببینید یکم پایین تر نوشته شد. حالا به همین شکل برعکس گاهی موقع من یک حرف مثل x رو مینویسم و بعد میخوام عدد بعدی به صورت توان نوشته بشه. ببینید حالا اینو میزنم x2. اینه که زدم اگر بزنم 2 دور بالاش می نوشه میشه چی؟ X2.
این دکمه هایی هم که اینجا وجود داره میتونه به شما کمک بکنه که نوشتتون رو به اصطلاح حاشیه بندی بکنید. فرض بفرمایید من همینجا نوشتم This is a book، این میخوام بیاد درست وسط کاغذ نوشته بشه، من انتخابش میکنم و دکمه وسط چین رو میزنم، این میاد در وسط نوشته میشه. پس این میاره سمت چپ، این میبره سمت راست و این درست میاره در وسط صفحه. حالا اگر شما یه متن طولانی رو نوشته باشید، مثلا فرض بفرمایید من الان اینجا یه متن الکی طولانی تایپ کنم، خب ببینید این متن الان این حاشیه آخرش میزون نیست، به اصطلاح تنظیم حاشیه روش انجام نشده. برای متنای کوتاه اداری، چیزای قشنگی که میخوایم تایپ بکنیم، قشنگه که این متن از دو طرف حاشیه‌اش میزون باشه. خب بنابراین من این قسمت رو انتخاب میکنم و بعد میام تو قسمت جاستیفای، اینجا بهش میگم چی؟ دو طرفش رو میزون کن. بنابراین ببینید حاشیه های دو طرف میزون رو قشنگ شد. برای نامه های اداری کوتاه کار قشنگی است که از این حالت استفاده بکنید. خب این دکمه میتونه به اول نوشته شما یه نقطه اضافه بکنه. ببینید الان پیش فرضش حالت نان، یعنی اصلا نقطه نداره، ولی من این نقطه رو انتخاب میکنم. حالا هر چی که شما تایپ بکنید یه نقطه هم کنارش درج میشه. گاهی موقع میخواید یه سری مطالب مهم رو بهش روش تاکید بکنید، معمولا از این روش استفاده میکنن. اگرم خواستیم نقطه ها رو حذف بکنید، ببینید میگم چی؟ میگم نان، نقطه ها رو حذف کن. خب به جای نقطه طبیعی است دیگه، نیاز به توضیح نیست که شما میتونید از این اشکال هم استفاده بکنید. خب قسمت بعدی شماره گذاری میکنه برای خطا. گاهی موقع شما نیاز دارید که مثلا برای یک نوشته شماره بذارید. ببینید الان اینجا شماره 1، بیام پایین میشه شماره 2، بیام پایین میشه شماره 3 و الی آخر. به همین شکل هم اگه خواستید با شماره رو حذف بکنید، بایستی از قسمت چی؟ نانش رو انتخاب بکنید، یعنی شماره رو برام حذف کن. خب اینجا خب این دکمه هم میتونه فاصله بین خطوط رو و پاراگراف ها رو برای شما تغییر بده. بین دو تا پاراگراف اگه خواستید فاصلش تغییر بکنه، از این دو تا دکمه استفاده میکنید که فاصله رو کم یا زیاد میکنه، و بین خطوط هم اگه خواستید فاصله رو کم و زیاد بکنید، از این دکمه میتونید استفاده بکنید. اینا اعداد مربوط به فاصله هایی که بین خطا رعایت میشه. گاهی موقع شما یه متن اداری رو توی مثلا یه صفحه تایپ کردید، حالا شده یه صفحه و دو خط، یه جوری میخواین کارش بکنید که بشه فقط یه صفحه، کافیه که بیاد اینجا و حاشیه‌هاتون رو، فاصله‌های بین خطاتون رو کمتر بکنید. در این صورت نوشتتون جمع و جور میشه. مثلا ببینید اینجا من الان اینجا فاصله ها رو زیاد میکنم، ببینید زیاد شد، کم میکنم کمتر شد، ببینید. چند تا ابزار دیگه اینجا هست که اینها رو در خیلی الان مهم نیست، در بخش جدول یه مقدار بیشتر با بعضیشون کار میکنید. این در واقع این علامتی که اینجا میبینید میتونه برای شما یک کادر در نظر بگیره. مثلا ببینید من اومدم اینجا و این حالت کادر کامل انتخاب میکنم، ببینید یک کادر برای من انتخاب کرد که حالا میتونم توش مطلبی رو بنویسم. ببینید از کجا؟ پس از اینجا اومدم کادر انتخاب کردم. اگر از اینجا فقط این حاشیه رو انتخاب میکردم، کجا بود؟ اگه اینجا فقط این حاشیه رو انتخاب میکردم، ببینید یه خط فقط از کادر من خط زیرش رو کشیده، بنابراین در واقع یه همچین شکلی میشه. پس ببینید اینجا براتون با از روی شکل قشنگ توضیح داده که شما روی هر کدوم از اینا که کلیک بکنید، از اون کادری که در نظر گرفته کدوم خطش رو برای شما رسم میکنه. البته این در قسمت جدول راحت تر میتونیم ازش استفاده بکنیم که بعداً توضیح میدم. خب در اینجا شما یک قسمت هایی میبینید که بهش میگیم استایل.
یعنی چی؟ یعنی اینکه برنامه ورد اومده به طور پیش فرض خودش یک حالتهایی، یک مثلا طرح از پیش تنظیم شده ای رو برای شماره قلم، رنگ قلم، رنگ فونت، نمیدونم شکل فونت و این کارهایی که بایستی انجام بده، طرح پاراگراف، حاشیه پاراگراف اینا در نظر گرفته. خب یکی چه اسمش گذاشته؟ اولیش گذاشته نرمال، یعنی که به صورت پیشفرض هم انتخاب میشه. پس وقتی که من یک فایل جدید ورد باز میکنم به صورت پیشفرض تو حالت نرمال هستم. خب چند تا سر طرح دیگر هم اینجا گذاشته. مثلا اگه شما این را انتخاب بکنید دیگه به صورت پیشفرض شما میرید توی این طرح که این طرح مثلا فونتش فرق میکنه، میبینید رنگ فونتش آبی رنگه، حاشیه ها و نمیدونم تا این غیر قنبولک بازی های نوشتنیش هم متفاوته. خب پس ببینید، پس از اینجا هم میتونم این حاشیه ها رو این به اصطلاح این استایل ها رو تغییر هم بدم، این حالت ها رو تغییر هم بدم. در اینجا میتونم از جدول رنگی که داره رنگ های مختلفی براش انتخاب کنم، یا فونت های مختلفی براش انتخاب بکنم و یا پاراگراف بندی های مختلفی. خب اگر اون حالت تنظیمات استایل رو هم انتخاب بکنم، استایل ست، ببینید فرم های مختلفی داره. پیش فرضش این حالت بلک اند وایته، دیفالت، یعنی پیش فرض. خب پس خودش تو این حالت تنظیمه، ولی مثلا شما میتونید برید بکنیدش مدرن. خب پس وقتی که شما از فرم مدرن استفاده بکنید، این دیگه وضعیتش میشه به اصطلاح مدرن، میره تو اون حاشیه بندی مدرن و اون طرها و تیزایی که به اصطلاح برای کار با شیوه مدرن براش طراحی شده انجام میده. خب که برش میگردیم به حالت چی؟ پیش فرض خودش. خب در اینجا شما میتونید بیاید استفاده بکنید برای پیدا کردن یک کلمه در متن. شما تو استفاده متنتون ممکنه تعداد صفحات خیلی زیادی باشه، ممکنه یک متن مثلا فرض کنید 100 صفحه‌ای باشه، شما نمیتونید توی متن دنبال یک کلمه به خصوص بگردید، ولی میتونید به ورد بگید دنبال یک کلمه بگردید. فایند رو انتخاب میکنید. وقتی که فایند رو انتخاب بکنید در اینجا سمت چپ یک پنجره باز میشه که حالا شما میتونید بیاید بگید مثلا کلمه بوک رو برام پیدا کن. خب پس ببینید من اینجا گفتم کلمه بوک رو پیدا بکن، ببینید بوک های موجود در سند رو پیدا کرده و همه رو به رنگ زرد درآورده که من راحت پیداشون بکنم. اگر این علامت این گوشه رو کلیک بکنید میتونید بیاید حالت چی انتخاب بکنید؟ Advanced Find. وقتی این رو انتخاب بکنید این کادر باز میشه که حالا اینجا نوشته به صورت تو قسمت Find یا پیدا کردنش میگه چی رو پیدا بکنم. ما گفتیم بوک رو پیدا کن. خب من به همین ترتیب میتونم حالا بهش بگم Find Next، Find Next و این دونه دونه این بوک ها رو پیدا بکنه و به من نشون بده. ببینید هر دفعه که Find Next رو میزنم یکی از کلمات بوک رو پیدا میکنه. گاهی موقع من نیاز دارم که یک کلمه هم پیدا بشه هم با یه چیز دیگه عوض بشه، میام تو حالت ریپلیس. خب اینجا نوشته چی رو پیدا بکنم؟ میگم بوک رو پیدا کن. خب میگه با چی عوضش بکنم؟ میگم با کلمه دور عوضش کن. خب حالا نگاه کنید، باز من میتونم دونه به دونه این کارو بکنم که خودم مجبور بشم تایید بکنم، یا اینکه بگم چی ریپلیس آل، یعنی هر چی کلمه بوک بود با کلمه دور عوض کن. من ریپلیس آل رو زدم تموم شد. حالا نگاه کنید هر جا تو متن من کلمه بوک بود تبدیل شد بشی به دور. خب این از امکانات به اصطلاح مهم و مقدماتی که در بخش هوم از برنامه ورد 2010 بود در تب هوم. بعضی موقع هست که ممکنه شما لازم داشته باشید که توی سندتون یک اشکالی رو هم وارد بکنید. ببینید اینجا در قسمت شیپ اگر کلیک بکنید مربع، دایره، خط منحنی، فلش و خیلی شکل‌های دیگر رو میتونید ببینید. روی هر کدوم از این شکل‌ها که کلیک بکنید اون شکل توی سندتون درج میشه و شما میتونید راحت از اون شکل استفاده بکنید. شکلی که درج شد میتونید با استفاده از ماوس ابعادش رو و جاشو تغییر بدید. پس خیلی راحت ببینید یه دور دیگه شیپ، ببینید مستطیل انتخاب کردم. حالا به محصی که رو
شکل حرکت بدم یه مستطیل کشیده میشه. باز مجددن میام تو insert shape و مثلا این دفعه اینو انتخاب میکنم. حالا با ماوس کلیک میکنم، کلیک و حرکت میدم، اون شکلی که اونجا انتخاب شده بود اینجا رسم میشه. وقتی هم که شما یک مثلا شکلی رو اینجا درج کرده باشید، باز ببینید این بالا یک ابزار ویژه ظاهر میشه به نام این دفعه چی؟ Drawing Tools. خب این مثلا ابزار دیگه مربوط به رسم کردن این شکل است و اینجا باز امکاناتی رو به شما میده که خودتون خیلی راحت میتونید روی این امکانات تمرین بکنید، سعی و خطا بکنید و با روش تجربه و سعی و خطا خودتون این امکانات مختلفش رو پیدا بکنید. چیز آسونیه و راحت میتونید باش کار بکنید، خطر و مشکلی هم براتون نداره. ببینید باز همینجوری رنگش رو میتونید اینجا تغییر بدید در قسمت شیپ فیل، یعنی چه رنگی رو میخواید بریزید تو این شکلت. میبینید روی هر کنوم از رنگام که تغییر بدید اون رنگی میشه. شیپ آوتلاین مثلا کادر دور شکلت میخواید چه شکلی باشه، چه رنگی باشه، مثلا الان من قرمزش کردم ببینید. و باز شیپ افکت که یه سری افکت های تصویری زیبایی رو هم به شکل شما اضافه میکنه. اینا رو روش تمرین بکنید کاملا یاد میگیرید. خب من اینجا میرم تو منوی فایل و گزینه نیو رو انتخاب میکنم. ببینید وقتی گزینه نیو رو انتخاب بکنید، ورد چون امکانات خیلی متنوعی داره و برنامه خیلی قدرتمندی میتونه سندهایی با شکلهای مختلفی باز بکنه، ولی ما فعلا تو این دوره مقدماتیمون فقط با همین یک سند سفید خالی استاندارد بیشتر سر کار نداریم که بهش میگیم چی؟ بلانک داکیومنت. اینو انتخاب میکنم، بنابراین یه سند یک صفحه برگه سفید تازه به من میده. خب حالا میتونم بیام چیکار بکنم و ادامه بدم به بحث کارم روی ورد که تو بخش اینسرت بودیم، جدول و عکس و شیپ رو توضیح دادیم. بعضی موقع هم هستش که شما توی سندتون برخی فرمول های ریاضی رو میخواید بنویسید. ببینید یک قسمتی به اسم اکویشن اینجا داره، اگر اینجا روی این مثلث کوچولوی زیرش کلیک بکنید شکل های مختلفی رو به شما میده که البته خب اینجا بایستی با خود بحث نوشتن ریاضی هم آشنا باشید، مقداری تجربه داشته باشید. من فقط اینجا برای شما نشون میدم که کجا هست. امکان فکر نکنید کار عجیب غریبیه. اینو که انتخاب بکنید، هر کدوم از این طرح‌ها رو که انتخاب بکنید، بعد میتونید به این شکل شمایل فرمول نویسی بکنید که البته بحث پیشرفته ورد و احتمال زیاد شما باش سر کار ندارید. اما یه قسمتی هم داره به اسم سیمبل، یه سری علاماتی هست که شما گاهی ممکن تو نوشتتون بخواید استفاده بکنید. این علامات رو از اینجا انتخاب میکنید. هر کنون از این علامت ها رو که مثلا این بی‌نهایت رو انتخاب بکنید اینجا ظاهر میشه که حالا من دوتا روش کلیک میکنم، بعد میام تو منوی هوم و ببینید سایزش رو بیشتر کردم که شما راحت تر ببینید. پس چی شد؟ بلوک کردم در قسمت هوم، همون کاری که یاد گرفته بودم انجام دادم، سایزش رو زیاد کردم، میتونم رنگش رو عوض بکنم و همین کاری که باش قبلا یاد گرفته بود انجام میدید. خب توی منوی اینسرت یه دکمه دیگه وجود داره به اسم ورد آرت که هم آسونه هم کارهای قشنگی انجام میده. اگه شما انتخابش بکنید، یکی از این حالتها رو انتخاب بکنید، مثلا من این انتخاب میکنم، حالا متنی رو که شما اینجا تایپ بکنید به یه حالت قشنگی نوشته میشه. مثلا ببینید This is a book، جلوه زیبای قشنگی داره که میشه تغییراتی هم روش داد، کارهایی هم روش انجام داد برای قشنگ کردن مثلا ظاهر کار، چیز مفیدیه. زمینی که باز میتونید وقتی که به محصی که اومدید اینجا، ابزار Drawing Tools اینجا فعال میشه که همون کارا رو میتونید انجام بدید. باز ببینید رنگش و طرحش و خطوط اطرافش و طرحاش و این چیزها رو میتونید از امکانات این بالا استفاده بکنید و تغییراتی رو توش بدید. یعنی اینها رو دیگه با سعی و خطا خودتون رو این ابزار کار بکنید و تمرین بکنید. خب باز برمیگردم به قسمت insert. پس تیبل براتون توضیح دادم، پیکچر رو توضیح دادم، شیپ رو توضیح دادم، ورد آرت رو براتون گفتم، درج فرمول ریاضی و
سمبول ها رو هم بهتون گفتم. اینجا هم یه امکان کوچیکی داره به اسم به صورت تکست باکس. اگر شما این انتخاب بکنید، یه نکته هم در مورد ورد یادتون باشه، تو برنامه ورد اگر خواستید یه نقطه از سند بیاید مثلا چیزی رو تایپ بکنید، کافی اونجا دو تا کلیک پشت سر هم بکنید. ببینید اینجا مکاننما منتقل میشه به اونجا. من الان اینجا دو تا کلیک کردم، مکاننما منتقل شد به اینجا. حالا تکست باکس رو انتخاب میکنم. ببینید حالت های مختلفی برای درج تکست باکس برای شما داره که چجوری سندتون رو میخواید تو چه حالتی قرار بدید. مثلا من این انتخاب میکنم، ببینید نوشتتون رو اینجا قرار میده. حالا اگه شروع بکنید به تایپ کردن، ببینید به این شکل در میاد اینجا. خب تو قسمت های قبلی با امکانات قسمت هوم و اینسرت آشنا شدیم. حالا بخش اصطلاح بعدی قسمت پیج لی‌آوت هست. تو این قسمت هم باز امکانات متنوع زیادی وجود داره که باز مقدارش مربوط به سطح پیشرفته است و اینجا توضیح نمیدیم، اما برخی مطالبش رو باید شما تو سطح مقدماتی باش کاملا آشنا باشید. خب اولا اگر یه مقدار تنبل هستید، این بالا یه سری امکانات داره برای حاشیه بندی. این قسمت مارجینه میبینین، شما اینجا اگر کلیک بکنید یه سری حاشیه‌های چپ و راست و بالا و پایین براتون از قبل تعریف کرده که میتونید یکی از اینا رو استفاده بکنید. ارشاد خدمت شما توی قسمت سایز هم باز میتونید اگر تنبل هستید یه مقدار از اینا رو امکاناتشون رو خودتون انتخاب بکنید، ولی تو قسمت هوم قبلا یاد گرفتید که همه این کارها رو خودتون انجام بدید. توی قسمت ستون هم باز میتونید یکی از این امکانات انتخاب بکنید، مثلا حالت دو ستونی یا سه ستونه رو انتخاب بکنید و چیزی شبیه اون کاری که روزنامه و مجلات انجام میدن و در چند ستون بنویسن، مطالب رو در چند ستون بنویسید. خب اما چیزی که اهمیت داره که باید باش آشنا باشید توی این قسمت، این مثلا گزینه هایی است که این زیر صفحه نوشته. یعنی ببینید اینجا نوشته پیج ستاپ و این گوشه یه فلش کوچولو براش گذاشته. این یعنی که اگر میخوای به این قسمت دسترسی پیدا بکنی اینجا رو بایستی کلیک بکنی. خب من اینجا رو کلیک میکنم، پنجره بخش پیج ستاپ ظاهر شد. خب ببینید اینجا حاشیه بندی کاغذ شما رو مشخص کرده، یعنی چقدر فاصله از بالا، چقدر فاصله از پایین، چقدر از چپ و چقدر از راست رو شما اینجا میتونید تعریف بکنید. خب اینجا اگر با این دکمه ها بازی بکنید میتونید این فاصله رو تغییر بدید. با استفاده از این کار میتونید مطالب بیشتری تو کاغذ بنویسید، یا مواردی که به هر دلیل نیاز دارید که حاشیه بندی کاغذتون رو کوچک و بزرگ بکنید از این امکانات استفاده بکنید. در زیرش یه قسمت داره که به اصطلاح شکلی رو که کاغذ قرار میگیره در هنگام نوشتن و چاپ رو بهتون نشون میده. معمولا تو حالت عمومی و بیشتر مواقع ما از این حالت پورتریت استفاده میکنیم، یه حالت کاغذ به شکل کاغذ آچاری که به شما به صورت عمودی معمولی در دستتون گرفتید. اما بعضی مواقع شما نیاز دارید که کاغذ رو به صورت افقی قرار بدید، یعنی به صورت لندسکیپ. چرا؟ برای اینکه بتونید مطالب بیشتری رو در عرض کاغذ بنویسید. خب اگر به چنین صورتی نیاز پیدا کردید میتونید بیاید از حالت لندسکیپ استفاده بکنید. ببینید این زیرم نمایش رو به شما تو قسمت پریویو یا پیش نمایش نشون میده. پس این کاغذ معمولی به صورت عمودی و این کاغذ به صورت افقی لندسکیپ. خب بعضی از اطلاعی هایی که شما میخواید مثلا به دیوار بزنید، فرض بفرمایید مثلا لطفا سیگار نکشید یا نمیدونم از این چیزا رو، قشنگتره که شما توی حالت لندسکیپ اون مطلب رو با فونت درشت در نظر بگیرید. خب این بالا تو خود قسمت پیج ستاپ سه تا تب داره، میبینید؟ پس بنابراین خود بخش پیج ستاپ هم شامل سه تا بخش جداگانه برای تنظیماته. قسمت اولش حاشیه‌اش دیدیم، حالا قسمت دوم نوشته پیپر. تو این قسمت شما میتونید اصلا به صورت پیش‌فرض مشخص بکنید که کاغذ شما از چیه. مثلا اگر از کاغذ آچهار استفاده میکنید اینجا مشخص بکنید، بگید مثلا کاغذم کاغذ آچهار، خود سیستم ابعاد کاغذ آچهار رو میدونه. تو قسمت پیج لی‌آوت هم تنظیماتی رو میتونید انجام بدید که گفتم اینجا چون بیشتر بحث پیشرفته قضیه است من اینجا مطرحش نمی‌کنم. این دو تا قسمت هم دو تا قسمت مهمی بود که شما باید بتونید انجام بدید. خب پس این قسمت های مهم بخش پیج ستاپ بود. اینجا یه قسمتی نوشته پاراگراف. باز این دکمه مثلثی کوچولوش و این فلشش رو میزنم، بخش پاراگراف باز میشه. ببینید پنجره پاراگراف باز شد که خودش باز شامل دوتا بخش مستقل. خب
تو بخش اولش شما میتونید بیاید باز به اصطلاح حاشیه بندی چپ و راست مشخص بکنید. این تنظیم تنظیم خیلی مهمیه. چرا؟ چون مواقعی که شما نیاز دارید که فارسی و لاتین با هم تایپ بکنید حتما باید بیاید تو این بخش و این گزینه رایت تو لفت رو علامت بزنید. وقتی که گزینه رایت تو لفت رو علامت زدید، حالا این بالا رو هم میکنید چی؟ رایت. یعنی چی؟ یعنی من میخوام از راست به چپ بنویسم و تنظیماتم هم از سمت راست اعمال بشه. وقتی که شما این کارو بکنید، حالا میتونید بیاید فارسی و لاتین با هم بنویسید. پس ببینید، من الان رایت تو لفت رو علامت زدم، رایت هم علامت زدم، حالا اوکی میکنم. حالا اینجا یه مطلبی رو فارسی لاتین تایپ میکنم. خب ببینید، پایگاه علمی ادبی و فرهنگی، حالا میخوام تایپ کنم شریعتی.com. خب با لاتین بنویسم دیگه. حالا Alt Shift رو میزنم، سیستم تبدیل میشه به لاتین. حالا تایپ میکنم www.shariati.com. خب ببینید، این الان درست تایپ شد. یعنی اول فارسی تایپ شد و بعد لاتین. یعنی همون جوری که من میخواستم. در حالی که اگر این تنظیم رو شما اعمال نکنید، وقتی که میخواید لاتین رو وارد بکنید، لاتین یهو میپره اولش یا میپره آخرش و شما رو اذیت میکنه، جوری که اعصابتون خرد میشه. احتمالاً نشه میگیرید که یا کار با برنامه ورد رها بکنید و یا کامپیوترتون از پنجره پرت کنید پایین. بنابراین این تنظیم جزو مهمترین تنظیماتیه که شما بایستی وقتی که میخواید فارسی و لاتین با هم تایپ بکنید اعمال بکنید. پس چی شد؟ تو بخش پاراگراف میایید اینجا و حتما گزینه رو میکنید رایت تو لفت و اینجا رو میکنید رایت و اوکی میکنید و کار تایپتون انجام میدید. خب اینم تنظیم به اصطلاح خیلی مهمه توی این قسمت بود. خب اینجا هم یه دکمه داره که به اصطلاح حاشیه کاغذ برای شما میتونه تعریف بکنه، تغییراتی بده. ببینید نوشته پیج بوردر. روی این اگه کلیک بکنید و پنجرهش باز بشه، شما اینجا میتونید بیایید از بخش های مختلفی که بالا داره، سه تا بخش داره، بوردر، پیج بوردر و شیدینگ، استفاده بکنید و حاشیه هایی رو برای کاغذتون تعریف بکنید. مثلا شما اینجا تو قسمت بوردر میتونید این حالت 3D شو انتخاب بکنید. به عنوان مثال یه رنگ بهش بدید، یه رنگ مورد نظر. حالا من اینجا مخصوصا رنگ قرمز رو دادم که دیده بشه. خب طرح خطوط که میخواد برای حاشیه کاغذ هم رسم بشه میتونید اینجا انتخاب بکنید. مثلا میتونید این فرم انتخاب بکنید. خب پس من الان در واقع دارم میگم با این رنگ و با این طرح این حاشیه بندی رو، رنگش با هم خورد، رنگ قرمز، با رنگ قرمز و با این طرح خط و با این طرح کلی که یک پیشنمایش هم ازش اینجا نشون میده، این رو به سرد من اعمال کن. ببینید اینجا نوشته apply to، اینجا نوشته paragraph. بعضی موقع اینجا فقط یه چیزه، بعضی موقع اینجا امکانات مختلفی رو به شما میده. از امکانات اینجا میتونه استفاده بکنید که این رو به کجا اعمال بکنه. الان اینو فقط به این paragraph اعمال میکنه. اوکی که بزنید ببینید، حالا اینجا شما میتونید اینجا مطلبی رو تایپ بکنید و این مطلب به این شکل توی این کادر قرار میگیره. خب بعضی موقع شما یک جدولی دارید. ببینید من اینجا برم اینجا یک تو قسمت تیبل یه جدول اینجا درست میکنم. ببینید گاهی موقع پیش میاد که شما میخواید به این جدولتون، به داخلش و به سلولاش، یک یا چند تا رنگ رو اعمال بکنید. خب من اول یه رنگ رو فقط به این سلول اعمال میکنم، مثلا همین سلول وسط. ببینید داخل سلول کلیک میکنم که برم داخل سلول. حالا داخل این سلول کلیک راست میکنم، از منوی که باز میشه گزینه border and shading استفاده میکنم. حالا همون پنجره اومد، اما من در واقع الان توی جدول بودم و درخواست این تغییرات کردم. حالا میام تو بخش شیدینگ. خب حالا اینجا میگم رنگ مثلا فرض بفرمایید نارنجی رو اپلای کن، اعمال کن به چی؟ حالا اینجا میتونم بهش بگم
فقط به یه سلول یا به کل جدول. چرا؟ چون الان در واقع من داخل جدول این کار انجام دادم، ورد هوشمندانه خودش متوجه شد که من یک مقصود نظر نسبت به جدول دارم، بنابراین میگه این رنگ رو به سلول میخوای اعمال بکنی یا به کل جدول. میگم فقط به سلول. اوکی که بزنم، ببینید این رنگ فقط به این جدول به این سلول اعمال شد. حالا اگه خواستم این رنگ به کل جدول اعمال بشه، باز کلیک راست میکنم، border and shading، shading. این دفعه کل جدول که انتخاب شده من تغییرش نمیدم و مثلا رنگ سبز رو اعمال میکنم به کل جدول. بنابراین کل جدول من به رنگ سبز داخلش در اومد. خب اینا تقریبا مطالب به اصطلاح مهمی بود که شما باید از ورد یاد میگرفتید. آها یه مطلب کوچیک، این زیر پنجره ورد یک امکانی وجود داره که شما میتونید مثلا پیشنمایشی که دارید میبینید با این دکمه های مثبت منفی و یا خود این لغزاننده ای که این وسط وجود داره صفحات کوچک بزرگ بکنید برای اینکه راحت تر بتونید ببینید. پس اگه یه موقع نیاز پیدا کردین که صفحه کوچک بزرگ بکنید، میتونید با این لغزاننده ای که این وسط هست و یا خود دکمه های مثبت و منفی این درصد بزرگ نمایی رو تغییر بدید. گزینه های کوچیکی که بغلش میبینید حالت های مختلفی داره که به اصطلاح گفتم توی دوره مقدماتی شما خیلی باش کار ندارید. فقط یادتون باشه اگه یه موقع اینا رو به طور تصادفی انگولک بکنید، شکل نمای صفحتون تغییر میکنه. الان ببینید این نما اینجا عوض شد، شما یه دفعه میبینید که وردتون به این شکل در اومد. یه دکمه اسکیپ زدم برگشت سر جای اولش. حالت پیش فرض شما این حالته که اگر ماوس یه لحظه روش نگه دارید ببینید نمیشه پرینت لی آوت. پس اون چیزی که ما بهش عادت داریم تو دوره مقدماتی این حالت پرینت لی آوته که اینجا به صورت پیش فرض انتخاب شده. خب اما قبل از اینکه بحث ورد رو تموم بکنیم، چند تا نکته کوچیک هم در مورد نحوه ذخیره سازی که ورد میتونه انجام بده رو براتون بگم. ببینید شما وقتی یه سندی رو آماده کردید، حالا میدونید که دیگه طبق چیزایی که از ویندوز بلدید میتونید بیاید توی منوی مثلا فایل و اون رو ذخیره بکنید یا به یه اسم دیگه ذخیرهش بکنید یا اگه دستگاه چاپ کردید اون رو پرینتش بکنید. اما اینجا یکی دو تا کار دیگه هم میشه کرد. یکی اینه که من بیام این گزینه سیو از رو بزنم. خب حالا ورد میگه که خب اینو میخوای به چه اسمی ذخیره بکنی؟ اولا ورد همیشه عادتشه اولین جمله‌ای رو که توی اولین خط اون متن نوشید به عنوان اسم در نظر میگیره. دوست داشتید میذارید همین اسم باشه، دوست نداشتید این اسمشو برمی‌دارید. خب محل ذخیره هم که به صورت پیش فرض مای داکیومنت. خب تا اینجا مطلب جدیدی نیست، همه رو میدونستید، در مبحث ویندوز با این مطالب آشنا بودید. اما ببینید این زیر نوشته سیو از تایپ. خب به صورت پیش فرض ورد مایکروسافت انتخاب کرده Word document. اگه روش کلیک بکنید حالا میبینید که Word میتونه این فایل رو به قالب ها و استانداردهای خیلی متنوعی ذخیره بکنه. خب فرض بفرمایید که شما این رو میخواید برای کسی بفرستید که اون شخص Word قبلی رو داره، مثلا Word 2003 یا Word 97 رو داره. خب اون طبیعتا نمیتونه این فایل رو بخونه، ولی شما میتونید بیاید این رو به فرمتی ذخیره بکنید که او هم بتونه استفاده بکنه. بنابراین اگر این حالت رو انتخاب بکنید، یعنی ورد 97-2003، این به فرمتی ذخیره میشه که این سیستم هم بتونه اونو بخونه. پس ببینید امکانات مختلفی اینجا داره، به شکلهای مختلفی میشه این رو ذخیره کرد. یکیش که برای شما تو این بحث مقدماتی اهمیت داره اینه، یکیش هم که بد نیست باشه آشنا باشید، گرچه مال بحث مقدماتی نیست، این حالت پی دی افه. یعنی شما میتونید یه سندی که با برنامه ورد 2010 نوشتید بیاید و به ورد بگید که اینو به قالب پی دی اف برام در بیار. اگر حالت پی دی اف رو انتخاب بکنید، اون چیزی که اینجا ذخیره میشه فرمت پی دی افه که میدونید که یکی از قالب هاییست که با برنامه آکروبات ریدر بایستی بازش کرد. فرمت پی دی اف یکی از خوبیاش اینه که وقتی که فایلی به فرمت پی دی اف در بیاد دیگه قابل دستکاری نیست. شما اگه یه سند با برنامه ورد خیلی قشنگ تایپ بکنید، جدولش رو همین چیزا رو تنظیم میکنید، بعد میبرید پرینت میگیرید، میبینید یه چیز دیگه شد، این پرید اون طرف، اون پرید این طرف، جابجا شد، این مقدارش رفت اون صفحه برشد، اونی نبود که شما قبلا این همه روی زحمت کشیدید. اما اگه اینو به قالب پی دی اف در بیارید، پی دی اف دیگه ثابته، دیگه انگولک نمیشه، به هم نمیریزه. بنابراین شما اگر اینو به شکل پی دی اف در بیارید، در واقع مسئول شده از این تغییرات احتمالی و میتونید راحت با خیال راحت اینو به دست